اول از همه میریم سراغ سبزی. سبزی باقلی پلو فقط شیبیت هستش، هیچ نوع سبزی دیگه بهش اضافه نمی کنیم. اسمش هم به انگلیسی میشه دیل. اینو باید حتما پاکش بکنیم با صابون نمجید برسه. پاک کردنش هم به این شکلی که قسمت های برگش رو شما جدا میکنین، به این شکل خیلی راحت ساقه رو دور میریزیم. اینا باید دور ریخته بشه. اگه شیبیده سبزیشو شما پیدا نکنید و به این شکل با ساقه بود، بدونید که باید اینجوری بکنید، چون اگه این ساقه ها رو خوردش بکنید تو برنجتون پخته نمیشه و زیر دندون خیلی افتضاح میشه. اینو دقت داشته باشین. این برای سبزی تازه. برای شیبیده خشکتون هم که مشکل نداره، من که خشک و به صورت پودر رو مسئله نداره. فقط موقعی که ما به برنج میخوایم اضافه کنیم، این دوتا خیلی تفاوت داره که چه زمانی به برنجمون باید اضافه بشه. که اونم موقعی که دارم برنج رو آبکش میکنم و درست میکنم حتما بهتون آموزش میدم. این سبزی رو فقط خواستم بهتون بگم. برای مقدار همین دو بستر رو دارم، برای دو لیوان برنجم میخوام اینقدر چیز کنم. اینا رو من پاک میکنم، میشورم، میذارمش کنار و میرم سراغ باقلی که من باقلی هم بهتون نشون بدم که چجوری باید باشه و چی باشه و چی کارش باید بکنیدش. خب حالا میریم سر وقت باقلی. باقلی که ما برای باقلی پلو استفاده میکنیم باید حتما ریز باشه، حتما هم سبز سبز باشه. این نکته رو بهش حتما دقت داشته باشین. میتونیم باقلی درشت هم استفاده بکنیم، ولی بهتره که حتما ریز باشه. این خیلی مجلسی تر و بهتره. تو خارج کشور معمولا باقلی تازه پیدا نمیشه و اینا فریزری بوده که خریدم به اسم برود بینز. اینجا معروفه و اسم لاتینش اون پایین تو قسمت مت می نویسم که اگه خواستین تهیه بکنین. اینا فریز شده هستش و اینا ریختم تو یه ظرف، یه ذره آب جوش ریختم روش و خیلی کم. حالا کاری که میکنم همون کاری که ما تو ایران میکردیم، یعنی باقالی های ریز رو میگرفتیم و پوستش رو میکردیم، همین کار رو میکنم و اینا رو دولپش میکنم به این شکل که آماده بشه برای پختن. آب جوشتون هم خیلی کم ما میریزیم روی این که یه الان دست منم بکنم توش سرد سرد و اینکه یخی بوده و به این شکل تر اومده. اگه شما تو ایران میخواین چیز بکنین، اینا رو فریز بکنین باقالیتونو، دیدین که همیشه ما اینا رو پوستش رو میکردیم، لپه میکردیم، بعد میذاشیم فریزه. ولی یه مدت که تو فریزه اینا میمونه، یه حالت این سبزی و تازگیش رو از دست میده. پیش از اینکه این کارو بکنین، یک دقیقه آبو میذارین جوش میاد، بعد توش یه ذره جوش شیرین میریزین. باقالیایی که لپه کردین رو میریزین توش، فقط یک دقیقه روش میخوره، سری خالی میکنین تو آب سرد و آبکشش میکنین و آبش که رفت فریزش میکنین. اینجوری دیگه تا 100 سال هم که بمونه توی فریزر دیگه رنگش از اون سبزی در نمیاد و به زرد نمیره. یه رای دیگه هم بهتون نشونم. بعضی کشور هستش که من میدونم باقالی توش پیدا نمیشه، شما میتونید لوبیا سویا استفاده بکنید به جای باقالی. دقیقاً شکلش اینه، همینه، فقط این قسمتش این جوونه رو نداره. طعمش هم بی‌مزه است، یعنی چون طعم نداره شما متوجه نمیشید. همون شیویدی که شما بهش میزنید در واقع همون عطر رو پیدا میکنه. بازم اگه اونم پیدا نکردین، لپ باقالی زرد که هستش که باشتم پختک درست میکردیم، اونم توی آب میخیسونین کوچیکاشو و باش همی باقالی پلو درست میکنیم. فقط تنها فرقش اینه که همون طعم و همون مزه رو بهتون میده، فقط یه ذره رنگش زرده. اونم دیگه مهم نیستش دیگه، هر اون ناچاریه دیگه. اگه میخواییم واقعا درست بکنین رو باش همین است. این تنها کاریه که شما میتونین انجام بدین و جایگزیناش در واقع همین است. به جز اینا دیگه کار دیگه نمیتونین بکنین و اینکه باقالیش رو حذف بکنین و همون شیبیت پلوش بکنین و که اونم که خیلی خوشمزه است، هیچ ایرادی نداره. خب من اینا رو میرم همه رو لپ کنم و در بیارم که آماده بشه که برنجمون رو درست بکنیم. گوشتم که میبینیم که داره همچنان آروم رو میپزه، با درجه 2 گذاشتم، خیلی ملایم که این قشنگ خوب مخصفخ بشه. خب من باقالی ها رو به این شکل در آوردم، همشون لپه شد، میبینیم که کاملا سبز. البته بکنم مقدارش خیلی زیاد شد، واسه این مقدار برنج من خیلی زیاده، شاید نصفش رو بریزم. دست هم اندازش در رفت. شیبی دارم که شستم و آبش رفت و اینا رو قشنگ خوردش میکنیم که بریزیمشون لای برنج. میگم دستگاه داریم که میتونیم با دستگاه این کار رو بکنیم، من چون مقدارش کمه حسش نیست. از
بلندر استفاده بکنه. خودش رو سن 3 برابر این زمان میبره. قشنگ ریز ریز که شد آماده. اینم جداگونه توی ظرفی بذاریم که سر موقع ازش استفاده میکنیم. همین. این قشنگ ریز ریز خورد شد و آماده است. میرسیم به یه قسمت مهم باقالی پلو به اسم ادویه‌هاش. خود پلو در واقع باقالی پلو یه سری ادویه‌ای داره که خیلی شاید استفاده نمی‌کنن و نمی‌دونن و به همین دلیل که اون برنجی که شما توی رستوران می‌خورین و خیلی خوشمزه به دهنتون میاد مال همین است. ادویه‌ای که داره شامل گل سرخ هستش، پودرش یه مقداری می‌ریزیم، دارچین هستش، یه مقداری دارچین داره، پودر دارچین اضافه میکنیم، خیلی مقدار جزئی هل داره، هلش خیلی خیلی باید کم باشه، همین اندازه، بیشتر از این اضافه نمیکنیم. و زردچوبه، زردچوبه واسه رنگ زردی که تک و توک به لابلای برنج میده خیلی قشنگش میکنه. این زردی با اون قرمزی سرخی که زردچوبه زعفرون بهش میده خیلی فرق میکنه. زعفرون هم میتونیم پودرش رو اینجا بهش اضافه بکنیم که لای برنج که میریزیم قشنگ بهش رنگ میده و خیلی قشنگش میکنه. هم که میتونی آب روغن بدین و درست بکنین و لای رو برنجتون بریزیم با کره که خیلی خوب میشه. این باقالی پلو جزو پلوهایی هستش که خیلی روغم میکشه به خودش، در واقع باید چرب و چیلی باشه، هر چقدر هم بهش بدین بازم کمه. به همین دلیل وقتی که کشیدینش باید کمی هم بهش دوباره روش رو کراب بکنین و روش بریزین. خب یه ادویه هستش که ما لابلای برنج وقتی که داریم آب کشش بکنیم مهم دمش بکنیم باید بریزیم، همین مقدار کم، نه خیلی زیاده نه خیلی کمه، چون اگه خیلی بیشتر از این بریزیم برنجتون خیلی معطر میشه و عطری میشه، اصلا نباید اونجوری در بیاد. خیلی بوی خوبی هم میده، اونجوری هم نیستش که حالتون بد بکنه و آزاردهنده باشه، ولی اگه با این ادویه مشکل دارین میتونین خب حذفش بکنین و نریزین. ولی معمولا اینا رو خود رستوران دارا میریزن که برنجشون خیلی معطر و خیلی خوشمزه میشه. خب آب لمن رو من روی اجاق میزنم و آب جوش رو بهش اضافه میکنم. برنج هم که از قبل خیسوندیم آبش رو کاملا خالی میکنیم و میذاریم به این شکل بمونه. اینو رو صبر میکنم که آبش به جوش بیاد و قول بزنه. به من سینگه قول زد، من برنج رو بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه اضافه شد تازه نکاتش شروع میشه که خوب دقت داشته باشین که چه کار باید بکنیم. باقالی ما هم که اینجاست، شیلید ما هم اینجاست. خب آب جوش اومدش. یه نکته مهم هم اینه که هر وقت میخواین آبتون زودتر جوش بیاد درش قابلمه رو روش بزنین که باعث بشه سریعتر آب جوش بیاد. بلر دیگه اونایی که بلد نیستن برنج رو حالا مستقیم اضافه میکنیم با آب جوش. صبر میکنیم که این آب جوش بیاد. تا این لحظه هیچ چیزی رو اضافه نمیکنیم. صبر میکنیم تا برنج ما جوش بیاد. وقتی که جوش اومد درست موقع اینه که ما باقالی رو بهش اضافه بکنیم. تا پیش از اون که برنج جوش نیومده باقالی رو بهش اضافه نمیکنیم. اینم یه نکته دیگه است.
من باید همهش رو اضافه کنم. مقدارش بیشتر شد، زیادم بشه مهم نیست، خوشمزه تر میشه. خب دیگه بقیهش همون سبک دم کردن برنج خودمون هستش. زمانی که آماده شد اینو میبریم که آب کشش کنیم. سه چهار دقیقه دیگه آماده میشه که اینو آب کشش کنم. فقط دقت کن یه ذره اینو ما دون برمیداریم که خمیر نشه. خب یه فوت دیگه، یه الان آماده است که من دیگه آب کشش کنم. درست یک دقیقه مونده که این آب کش کنیم، شیویده تازه مون اضافه میکنیم. دقت کن شیویده تازه، شیویده خشک اگه دارین اینجا اضافه نمیشه. این چند بار اینو دارم تاکید میکنم، فقط شیویده تازه. اگه شیویده تازه دارین اینجا بهش اضافه میکنیم. فقط یه جوش که بزنه میبریمش که اینو آب کشش کنیم. از اول هم اینا همه رو اضافه نمیکنیم، بخواهیم که سبزیش رو از دست میده و قشنگ نمیشه. میخواهیم مجلسی و شیک و عالی در بیاد، همینجور ترتیبی که بهتون گفتم و عمل کنیم. خب این دیگه آماده است، من میبرم اینو آبکشش کنم و بعد برمیگردیم. خب برنج رو من آبکش کردم، روغن رو ریختم، روغن مایه معمولی تو قابلمه. میخواهیم تهش رو تریک سیب زمینی بذارم. اینا رو قشنگ این شکل درست کردم. تدریک و همه اینا رو هم من آموزه چشو گذاشتم، اگه مشکل دارین و بلد نیستین لینکاش رو زیر قرار میدم براتون که قشنگ بتونین استفاده کنین و شما هم درست کنین. خب همونجور که میبینیم، ببینیم که چقدر این سبز و قشنگ مونده. هم باقلی سبزه هم شیویدش کاملا سبزه. رو اینا رو یه ذره نمک من میپاشم، بعد میام که برنج رو اضافه بکنم. خب شروع میکنیم، یه لایه برنجمون رو میریزیم قشنگ. من شیویدش رو همین اندازه برای خودم دوستان برید، و اگه شما فکر میکنید شیویدش کمه میتونید مقدارش رو برای خودتون بیشتر کنید. یه چیز سلیقه‌ای هستش، مثلا زیاد پر سبزی باشه با حالش بیشتر دوست دارم تو چشم بخوره دیده بشه. خب من یه لایه از همین برنج رو قابلمه ریختم، ولی ادویه که درست کرده بودیم و قشنگ اینو لابلای میپاشیمش. همون زعفرونی که داره، همون چیزایی که درست کرده، هم عطرش آزاد میکنه هم رنگ خیلی خوب رو به این میده. دوباره یه لایه دیگه برنج می‌ریزیم. سعی کنیم بیشتر حالت مخروطی بهش بدیم، یعنی دورا آزادتر باشه، مرکزش پرتر و بیشتر باشه. مثلا مردم که قشنگ دیده باشه ببینیم دیگه شعله الان روی متوسط هستش. من میخوام برنجم بخار بکنیم و اون تجیبه هم بذاره سرخ بشه تو این فاصله که داریم اینا رو آماده بکنیم. دوباره یه لایه دیگه عطیه میریزم. اینو حتما امتحان کنیم، خیلی خوب بشه. فقط هلش رو خیلی کم 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 باید بریزیم، اون از همش کم پرور باشه. اندازه عدس کافیه هلش، بیشتر نه. در مورد شیوید خشک میخواستم بهتون میگم، اگر شیوید خشک استفاده میکنید یه لایه که من الان ریختم و برنج و باقالیتون میریزیم. من شیوید خشک رو قشنگ روش میپاشین، ادویه میپاشین، دوباره لایه دیگه برنج میریزین و برنج و باقالی میریزین، دوباره شیوید خشک، دوباره
یعنی چه لایه لایه میایم بالا. فرقش فقط با چیز همینه. شیبید هم اگه تو فریزر داریم این شیبید تازه که من اضافه کردم همون لحظه یک دقیقه مونده که برنج رو دیگه برداریم، اون شیبید فریزری هم همون موقع اضافهش میکنیم. یک دقیقه تو آبش گوش میمونه آقاشن یه گوش میزن و سریع آب کشش میکنیم. همین این سه مدل شیبید بودش که من بهتون یاد دادم. خشک بود، از همین لحظه که الان من دارم برنج رو لایه لایه میریزم میریزیم. تازه بود همون یک دقیقه قبل از این که برداشتش بکنم. همین سادگی، هیچ چیز خاصی نداره. بهش و شیرید خشک رو تو آبش که در حال جوشیدن هستش اضافه نکنیم، چون تمامش میاد روی آب و وقتی هم که آبکش میکنیم همش دور ریخته میشه و شسته میشه میره. اینو دقت کنیم. بعد بریم آبکشی هم که استفاده میکنیم حتما دونه هاش خیلی ریز باشه. شیرید تازه که شیریداتون حروم نشه و شسته نشه بره. هم تموم شد یا خبی عدیار هم من بهش میزه. البته من خیلی پر عدیارش کردم، نقدر اینجوری باشه تو عدیار خودم خیلی دوست دارم، به همه چی میزنم. من مقدارش خیلی گوزی، نصفه کمتر حتی این مقداری که من کلش من ریختم باشه. ولی اگه دوست داریم خیلی عطر و لعاب داری باشه دیگه بتونیم اونجوریش کنیم. خب این دورش هم که اینجوری مفهود میکنیم یعنی بالا، این آماده است. خب نکته بعدی، کره داریم اینجا. من معمولا اینجا پلو رو آب روغن بهش نمیدم، باقلی پلو رو آب روغن بهش نمیدم. این در این که زیرش تدیق سیب زمینی داره، آب روغن هم که بدیم میره پایین اون سیب زمینی ها رو از اون حالت برشته بودن در میاره. الان بهش کره اضافه میکنم روی برنج که این خودش آروم آروم آب میشه و میره تمام برنجتون رو چرب میکنه. بعد موقعی که داریم اینو میکشیم وقتی که خوب همش میزنیم چربیش به همه جا میخوره و دیگه خیلی خوب و عالی در میاد. این خوشمزگی باقلی پلو به همین کره و چرب و چیلی بودنش دیگه. اگه میخواین اینجوری چیز درست سالی نباشه، اینو نزنی یا روغن مایه بزنی یا اصلا هر جور که خودتون دوست دارید. همون خوشمزگیش به همین هست. به هر جور این هم که من تازه الان دارم میزنم بازم کمه. اونی که دارم میکشم هم ببینیم همونی که حتی برنج بازم خوشگه. دودکش همون هم درست میکنیم. این خمیر نشه و تمام. درش رو میذارم برنج بخار کنم. نکته خیلی خیلی مهم، باقلی پلو اگه میخواین کاملا سبز بمونه و خیلی خوب و عالی در بیاد، به معنی اینکه برنجتون بخار کرد یک رو بعد از برنج بخار کردن برنج آماده است، سیرش رو خاموش میکنید. این نکته رو خیلی خیلی بهش دقت داشته باشین. اگه حجم برنجتون هم زیاده 20 دقیقه بیشتر طول نکشه، بیشتر از اون باشه کلا خرابش میکنه و رنگش از اون سبزی و قشنگی خارج میشه. این الان فعلا دما روی 5 هستش، متوسط هستش، منتظرم برنج بخار کنه. به واسه اینکه بخار کنه کمش میکنم، یک رو بهش زمان میدم که برنج دم بکشه، بعد از اون خاموش میکنم و برنج آماده تموم. به همین سادگی. حالا دوباره میام و دوباره همینا رو یه دور دیگه توضیح میدم و تذکر بهتون میدم. فعلا صبر میکنید تا این بخار بکنه. خب برنج من الان بخار کرده. شاید بعضیاتون بلد نباشین که بخار کردن برنج یعنی چی. بخار کردن یعنی که درش رو که آروم برمیداریم قشنگ میبینیم بخار میزنه بیرون. این حالت رو میگم بخار کردن، یعنی که قشنگ آماده شده واسه دم کشیدن. بعد که به این حالت در اومد ما دما رو کم میکنیم. من الان از 5 میذارمش روی 3 و از این موقع تا حدود 15 دقیقه دیگه درش رو بر نمیدم. اگه هم دم کنی میخواین استفاده کنین، دم کنی هم همین لحظه میذارین و یه کار خاصی باش ندیم تا لحظه که این دم بکشه آروم آروم. دیگه میریم تا 15 دقیقه نهایت 20 دقیقه دیگه میام که برنج ما دیگه آماده است و کاری باش نداریم دیگه تو این فاصله. خب بریم ببینیم که برنجمون چجوری در اومد. این چقدر خوب عالی. در قابلمه رو برداشتم، عطر ایستد بالا. یعنی این زردچوبه و زعفرونی که من ریخته بودم قشنگ برنج ما رو خوش رنگ و خوب کرده.
باقالی هم میبینین که قشنگ سبز مونده. بیشتر از این اگه بمونه یا این سبزی شاید دست میره و رو به زردی میره. فقط یه چند تا نکته رو بهتون بگم، اونم این که مقدار شیبیده اینو کم ریختم، بخواد این که من خودم زیاد شیبید دوست دارم، دو باقالی پلو دوست دارم زیاد پر سبزی بشه. و شما اگه میخواین خیلی سبزتر بشه برنجتون، مقدار شیبیدش رو بیشتر بریزین، تقریبا 2 تا 3 برابر مقداری که من ریختم شما اضافه بکنین. بعد آب روغن هم میتونیم بدیم، تدیک هم میتونیم به جای تدیک سیب زمینی از تدیک نونی استفاده بکنیم، هیچ مانعی نداره. اگه هم نخواستیم که اصلا هیچ چیز نریزین، هیچ چیز خاصی نداره. همجور هم که میبینیم من اینقدر که کره ریختم باز برنج من خشکه. زمانی هم که اینو من میخوام بکشمش تو بشقاب باز یه ذره روش کره آب شده بریزم که از اون حالت خشکی در بیاد. گوشتمون هم که بهتون نشون داده بودن قشنگ اینم پخته آماده است و الان هر دوتاش دیگه آماده شده. یه میزم کنار یه ذره خنک بشه دیگه بکشم و شروع کنیم به خوردن. خب اینم باقالی پلو با ماهیچه بودش که همتون خواسته بودین دیگه. امیدوارم که اون راهی که نشون داده بودن نشونتون دارم و یاد دادن به دردتون بخور و چیز خوبی بتونین در بیاریم. این برنج اون هست که من کشیدم، ددیکامونه. اینجا خوب شده. هم که گوشتمونه، ماهیچه‌مونه، قشنگ خوب حسابی پخته. هم که سوسشه که میتونیم بریزیم روی برنجتون رو بخوریم. امیدوارم که شما هم درست کنید و خوردنش لذت ببرید. من باقی برنج نمی